سرمایه‌داری جهانی با بحرانی همه جانبه روبروست. این بحران در عرصه‌های اروپایی، یونان و اسپانیا و پرتغال و بسیاری از کشورهای دیگر رو به شکل بی‌سابقه‌ای در بر گرفته و سیاست‌های ریاضت اقتصادی بر این کشورها تحمیل شده. در بریتانیا حمله به دستاوردهای اجتماعی بعد از جنگ دوم، نظیر آموزش رایگان عمومی، دسترسی رایگان به دستگاه غذایی، بهداشت و درمان سراسری، تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی و به طور کلی دولت رفاه شدت بیشتری گرفته است. دیوید کامرون و دولت ائتلافی محافظه‌کاران لیبرال ها حمله به دستاوردهای طبقه کارگر را که 35 سال پیش در بریتانیا غالب بود تشدید کردند و دولت اتحادیه ها را تهدید میکنه که کارگر اتحادیه ها به دفاع از اعضای خودشون برنخیزن. اگر برخیزن قوانین ضد اتحادیه بیشتری را به تصویب میرسونن. مهمان این گفتگوی من رفیق ستار رحمانی هست. ایشون از فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران در ایران هم. ستار جان خوش اومدید برنامه ما. خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید تا بتونم صحبت کنم. شما چه فکر میکنید در مورد این بسته ریاضت اقتصادی در واقع که تحمیل شده در مجموع در کل اروپا و میشه در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری که در بحرانن، این بسته چی هست و چرا این عکس‌العمل در واقع کارگرا اینجور عکس‌العمل نشون میدن در قبال این تهدیدها؟ ببینید، اولین نکته‌ای که باید اینجا مطرح کرد اینه که یک دوره‌ایه که سرمایه‌داری در تلاطم سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی قرار گرفته که از بحران سرمایه‌داری اگه شروع بکنیم، مسئله خونه ها بود، بعد مسئله بانک ها، بعد الان مسائل دیگه درگیر. اینها همشون انعکاسی از اون بحران واقعی درونی سرمایه‌داری هستند. ولی خود بحران اینها نیستن، اینها شکلایی هستند که سرمایه‌داری خودش رو نشون میده. در نشستهایی که تمام دولت‌های اروپایی حتی داشتن تو این دوره برای اینکه یه راه حلی پیدا بکنن برای این بحران، خود سران دولت‌هاشون راه حلی پیدا نکردن که بتونن از این بحران به این آسانی در بیان بیرون. و هر روز بحران سرمایه‌داری عمیق‌تر میشه. می‌بینیم در یونان حتی به اندازه که به اشغال کارخونه ها میکشه، در اسپانیا، در ایتالیا. و تمرکز ما اینجا اگه بیام به انگلیس رو بیشتر چیز بکنیم، در انگلیس یکی از اون کشورهایی که با بحران مواجهه. اون چیزی که کشور بریتانیا رو بگیم به طور کلی با کشورهای دیگه یکم متمایزش میکنه، سنت اتحادیه قوی توی این کشوره که توی کشورهای دیگه تاریخاً حساب بکنیم این سنت کمتره. بنابراین من فکر کنم این بهترین حالته که متمرکز بشیم به انگلیس، بعد میتونیم اون هم اشاره بکنیم، چون با این وقتی کوتاهی که داریم پرداختن به همه اینا کامپزه نیست. شاهد بودیم که مثلا خود این بسته، مسئله افزایش بیمه، در واقع افزایش سن بازنشستگی رو مطرح کرده بود که از 65 میرفت تو 68، بعد خود در واقع بسیار از حقوق‌های اجتماعی اونا کم شده بود، یک سری در واقع بیمارستان ها و یعنی خصوصی کردن ها باز در دستور قرار گرفته. و همونجوری که قبلا هم مطرح بود که ما توی 30 ژوئن با یک اعتصاب بزرگ روبرو بودیم که اتحادیه‌های کارگری مثل اون اتحادیه خدمات در واقع عمومی و تجاری و اتحادیه استادان و اتحادیه سراسری معلم‌ها، اینا همه توی این حرکت‌ها چه شرکت کردن. اونا چطور بود؟ چطور اینا تونستن این اتحادیه‌ها علارغم در واقع اختلافایی که با هم دارن تونستن یه جبهه مقاومتی در واقع شکل بدن
و این اعتراضات رو سازمان بدن؟ چون میدونم که شما تو این حرکت ها بودین. اتحادیه کارگری انگلیس تاریخچش برمیگرده به اولین دوره‌ای که سرمایه‌داری به صورت متمرکز خودش رو نشون داد تو قرن 19 هم. 1824 اتحادیه کارگر اینجا قانونی شد توی انگلیس. بعد برآمد بحران سرمایه‌داری در 1921 باعث شد که بزرگترین اعتصاب سراسری انگلیس برگزار بشه. یه دوره‌ای بعد افت داشت، دوره‌ای دیگه 1984 بین 84 و 85 دوران بحران اقتصادی که معدنچی ها وارد میدان شدن و اصلا کل دولت سرمایه‌داری رو موقع به زیر سوال کشیدن. اتحادیه کارگری همیشه افت و خیز داشتن توی دورانشون. یکی از نکاتی که اتحادیه کارگری اینجا رو برجسته متمایز میکنه با اتحادیه دیگه اینه که وقتی اتحادیه کارگری درست شد، هدفش جمع کردن کارگرها زیر یه سقف، زیر یه چتر و مبارزه برای شرایط بهتر کار، 8 ساعت کار در روز، مسائل ایمنی و تجاوزهایی که سرمایه داری بر علیه کارگران داشت بود. اون چیزی که جاش خالی میدیدن اتحادیه اومدن با درست کردن حزب کارگر این رو پر کردن. یعنی حزب کارگر، حزب لیبر پارتی یا حزب کارگر شد نماینده سیاسی اتحادیه کارگری در انگلیس. و در اوایلش حزب کارگر خب خیلی به اتحادیه اهمیت میداد و به خاطر همین هم تونست محافظه‌کارانه رو به پس برونه توی مجلس، یه جا را پیدا بکنه و قدرت رو بگیره. اما برگردیم به این دوره اخیر که دوره بحران‌های اقتصادی اخیر که انگلیس هم از اون در امان نبود و دولتی که بعد تشکیل شد از 2010 که دولت محافظه‌کار ائتلافی قدرت به دستش گرفت، بحران در حال عمیق شدن بود. به دلیل اینکه اتحادیه‌ها، گفتم اتحادیه کارگری اینجا خودشون رو وابسته کرده بودن به یک حزب سیاسی خاصی، این بحران سرمایه‌داری خودش رو در بحران اتحادیه کارگری هم نشون داد. یعنی وقتی دولت ائتلاف ملی لیبرال ها و محافظه کار ها آمدن روی کار، اینا علارغم این که علارغم حزب کارگر هیچ فرصتی به کارگران نمیدادن و عملا اعلام جنگ علنی بر علیه کارگر کردن. یعنی بحرانی جلوی پایشون بود که اینا باید پاسخ میدادن. بلافاصله شروع کردن به اخراج ها. اولین اخراج ها که اینا اعلام کردن اخراج خدمات عمومی بود. چون در دوران رفاه اقتصادی خدمات عمومی بسیار مطالباتش که در اعتصابات و اعتراضات بود برآورده شده بود و این مطالبات گرفته بود و اینا اومدن حمله کردن که این مطالبات پس بگیرن. چون نمیتونستن مثلا خصوصا مثلا مسئله همین اینجا، مثلا ما شاهد کار ثابت بودیم. یعنی طرف میگفت هیچ موقع در فکر این نبود که احتمالا کارش از دست بده و اینا. الان ما بیشتر با کارهای موقت و اینا روبرویم. بعد خود خدمات درمانی و اینا یه خدمات در واقع کاملا رایگانی بوده اینجا، اینا الان با زیر رفته. بعد خود دانشگاه ها خود کلی با توجه به بودجه که اون دولت به اصطلاح لیبر و اینا تو اون 10 سال سرمایه گذاری عظیم می کرده بودن، در واقع امکانات در مجموع بیشتر بود. اینا همه اون دستاوردار الان زیر بردن و بخاطر همین شاید اکثر همه شدیدتر شده یا چیز دیگه هست. چون ما زیاد اعتراضی نمی بینیم توی پارلمان. در واقع حزب کارگر هم در مجموع با چراغ خاموش حرکت میکنه اونجا. این اعتراض علنی خیلی زیادی به خود سیاست هایی که دولت محافظه‌کار و دولت ائتلافی داره نمیکنه، به لحاظ در واقع نقد استراتژیک، نقد روشن از اونها.
اونها هم خواهان یه سری از این کاهش ها و سیاست های ریاضت اقتصادی هستن. میشه گفت که ما اعتراضات رو بیشتر تو خیابون میبینیم، یعنی هم مثلا شما اون سن پاولی رو میبینید که اون تحصان 137 روزه معترضین ضد سرمایه‌داری همون 99 درصدی ها بود، اینورم که این اعتصابات کارگری و اعتراضاتی که توی خیابان ها و اینها انجام شد که مثلا شما بیشتر میدونید که این RMT ها و این بچه های اتحادی راهن و اینا به شکل خیلی قدرتمند شرکت کردن، یونیسف شرکت کرده، یونیسون شرکت کرده، جاهای دیگه. البته اتحادیه قطارها و راهن و کشتران، این RMT که گفتین، این اعضای اتحادیه قطار راهن اینجا شامل خیلی از بیمه های بازنشستگی که دولتی هست نمیشن. مثلا میبینیم که RMT توی حساب CNOM نبود. اون اتحادیه هایی که خب دولت خصوصی کرده دیگه، تمام قطارها و این چیز خصوصی شده و به همون ترتیب بیمه ها فهم میکنه، بیمه های بازنشستگی فهم میکنه و خیلی از این اتحادیه توی این کمپ قرار نمیگیره. اتحادیه که توی قسمت بیمه های بازنشستگی دولتی قرار میگیرن که نوک حمله دولت ائتلافی هم فعلا سر همین بیمه های بازنشستگیه، مثل یونیسون هستش. یونیسون اتحادیه که مال کارگرای بیمارستان هست و کارگرای خدماتی دیگه. یونایت هست که شرکت هواپیمایی هست و شرکت های مسافربری دیگه هستش و اتحادیه دانشگاه و معلمان هست. اتحادیه دیگه هست به نام اتحادیه معلمان NUT، میگن National Union Teachers Union که اتحادیه معلمان، و PCS بهش میگن که این همون Public Center که باز اتحادیه خدمات عمومی هست، و یه سری انجمنهای دیگه هستن که اینا مجموعاً شامل اون قانون بازنشستگی دولتی میشن و اینا بیشتر زیر ضربات حمله دولت قرار دارند. این به خاطر همین هم مسئله اینا، مسئله گرهی اینا یا مرکزی اینا، مسئله اینه که از حقوق بازنشستگی سالها گرفتیم باید دفاع کنیم. این اتحادیه نمیگن باید حمله کنیم ساعت کار مثلا کم بکنیم، حمله در کار نیست، یا حمله کنیم برای اضافه حقوق، چون دولت گفته که سال دیگه از اضافه حقوق خبری نیست، ولی ما حمله از طرف اتحادیه نمیبینیم برای این. اون کاری که باید این اتحادیه بکنن و الان حتی خیلی از اینا از این هم دریغ میکنن که اون حقوقی که کارگرای اینجا سالهای سال گرفتن ازش دفاع بکنن، اون حقوقی که الان هستش مثل حقوق بازنشستگی. حقوق بازنشستگی توی انگلیس بر این مبنا بوده تا حالا از زمانی که گرفتن، اینه که هر کارگری، معلمی، کارگر بیمارستانی موقعی که بازنشسته میشه حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین 10 سال، 10 سال آخر 3 تا رو در نظر میگیرن، هر کدومش بالاترین باشه بر مبنای اون. مثلا فرض کن شما 3 تا شغل داشتید در این 10 سال، اون حقوقی که بالاترینه بر مبنای اون حقوق بازنشستگی شما رو میده، این چیزی که الان هست. دولت میخواد اینو عوض بکنه و برای صرف هزینه خودش میگه نه، حقوق بازنشستگی باید بر مبنای مجموعه سنوات کاری شما باشه، از اون اولی که شروع کردین تا آخر، اینو جمع بکنیم تقسیم بر تعداد سال میکنیم، متوسط هر چی در اومد اون بر مبنای اون حقوق بازنشستگی شما اضافه میشه. مثلا اگر شما کارتون رو از 16,000 پوند در سال شروع کردید، الان حقوقتون 30,000 پونده، حساب بکنید، مجموع رو جمع بکنید، تقسیم بر تعداد سنوات کارتون بکنید، چقدر کم میشه از حقوقتون. این یکی از راهاییه، یعنی شما پول بیشتری پرداختید و الان موقعی که بازنشسته میشید پول کمتری دریافت میکنید. از جانب دیگه با حسابی که اینجا کردن، یک حساب کتاب ریاضیه که من نمیخوام وارد اون بشم، کارگرها مجبور هستن باز حقوق بیشتری پرداخت کنن. مثلا اگر کسی همین الان حقوقش 30,000 پوند
در سال باشه، در ماه 160 پوند حق بازنشستگی میده، در سال میشه 1900 پوند. بر مبنای اون کالکولیشنی که اینا کردن، کانسیومر ریت چی هستش که بر حسب فروش اقلام، نه بر حسب فروش مصرفی، اگه درست گفته باشه من اینا چیز نمی کنم، اون وقت اون طرفی که حقوقش 3560 پوند میده الان باید در ماه 240 پوند بده، در سال مثلا 80 پوند در مجموع بیشتر میده ماهانه. آره. و در این حال بعدش هم وقتی میخواد پس بگیره چیز سنش هم، یعنی در واقع سن از 65 سالگی به 68 سالگی میخوان 68 سالگی بکنن، یعنی الان 65 ساله برای مردا، برای زنها کمتره، حالا به طور متوسط صحبت میکنیم میشه اینا میخوان اضافه کنن چه 68. یعنی در مجموع شما یه پول بیشتری میدید، زمان بیشتری کار میکنین، وقتی بازنشسته شدید هم پول کمتری میگیرید هم دیرتر بازنشسته میشید. آره دقیقاً. خب وقتی اگه اینو اینجوری ببینیم، یعنی در واقع دولت داره هزینه های بحران رو بر دوش کارگرا و مزدبگیرا در واقع قرار میده و اینا. دقیقاً. از اون برم که نمیخواد مطلقاً، یعنی میلیاردرها و پولدارهای در واقع اونایی که با درآمدهای خیلی بالان از مالیات ها و اینها معافن. آیا این، یعنی این روی کرده دولت، روی کرده در واقع طبقه حاکم به مسئله نیروی کار و حقوق اجتماعی هست که باعث شده که در مجموع اتحادیه‌ها یکم به طرف چپ بغلتن، خصوصا مثلا همین اتحادیه مثلا دانشگاه ها و اینا منظورمه، یا مثلا چون اتحادیه کارگران راهن و قطار و اینا اونا خیلی همیشه چپ بودن در مجموع و سیاست در واقع میشه گفت تا حدی نزدیک به سوسیالیستی رو و چپ رو چه دنبال میکردن، ولی با اتحادیه های دانشگاه ها و سراسر معلمان اینا در مجموع رفرمیست بودن، خیلی رفرمیست رو اینچه میشه گفت اتحادیه های زن اینا چطور به چپی زده غلطیدن؟ یه اینجا کنگره سراسری هست، یه کنگره سراسری اتحادیه ها که TUC بهش میگن. کنگره سراسری اون کسانی که در رهبریت اون کنگره سراسری قرار گرفتن به طور کل دنبال روی سیاست های حزب کارگران. حزب کارگران در این مقطع فرقش با محافظه‌کارا در اینه که میگه شما خیلی تند دارید عمل میکنید، بعد یکم یواشتر چیز بکنید، وگرنه در خود این قطع بودجه‌های خدمات عمومی هیچ انتقادی نکرده. حتی اد ملیبان تو یکی از مصاحبه‌هاش برای اعتصاب نوامبر سال 2011 میگفت که لزومی به اعتصاب نیست، وقتی که شما میتونید روی میز بشینید مذاکره کنید اصلا اعتصاب نباید بکنید. و اون کنگره سراسری اتحادیه کارگری اینجا همین سیاست رو دنبال روی میکنه. یه نکته که من توی اول صحبتم فراموش کردم الان بگم چون مهمه، هر عضو اتحادیه اینجا در باید حق عضویت بده، یعنی شما عضو اتحادیه هستین مثلا به طور متوسط در ماه 20 پوند حق عضویت میدید. خب اگر اتحادیه 1 میلیون عضو داره تا ضرب در 20ش بکنه این در ماه درآمدشه اینقدر. خب از این حق عضویت اعضای اتحادیه ها حدود اگه اشتباه نکنم 2% رو هر ماه اتحادیه باید بدن به حزب کارگر. یعنی ما اینجا کار میکنیم حق عضویت میده به حزب کارگر که برای ما سیاست شد پیاده بکنه. به اینا دیگه کارگر دارن متوجه میشن که حزب کارگری که از من حق و من حتی عضوشم نیستم، من عضو اتحادیه هم به اتحادیه هم چیز میدم. این هم یکی از مسائلی که داره برجسته میشه الان توی اتحادیه. اصلا من برای چی باید به حزب کارگر حق و شما حق و عضویت منو میگیرید بدیم به اون؟ به جای این بحثه که خب وقتی که اینجا اعتصاب میشه از هر فردی که میاد توی اعتصاب شرکت میکنه 170 پوند به طور متوسط اون روز حقوقش رو کم میکنن. قبلا یه سنتی بود، همون زمانی که اتحادیه کارگر اینجا درست شد صندوق های همیاری درست شد. علاوه بر صندوق های همیاری خود اتحادیه از اون حق عضویت هایی که میگرفت یه پسندازی بود
برای زمانی که اعتصاب میشه به اونهایی که اعتصاب واقعا تاثیر میذاره روشون، نمیتونن زندگیشون نمیچرخه با حتی اون یه روز حقوق که ازشون برمیدارن، به اینا کمک میکرد. الان اونم نیست. یعنی وقتی اعتصاب میکنه کارگر اگه خیلی تو همون چیز کار ما، یکی از این معلم ها گفت با من مورگیج دارم، وقتی یه بار اعتصاب کردیم فعلا که چیزی نشده، بار دیگه هم اینقدر کم میکنه، اگه این قرار هر ماه یا هر دوره اینجوری بشه من نمیتونم، پس این حق عضویت هایی که ما میدیم به اتحادیه چی میشه؟ اینو فعالیت ها سال هاست که پس داشته. تو دوران 1984-85 خیلی خیلی وسیع بود، میدیدیم که سطلایی در دست همه این اتصابیون میومدن پول جمع میکردن، خود اتحادیه به خیلی ها کمک میکردن موقعی که توی اتصاب بودن. این دوباره داره برجسته میشه، یعنی این روحیه رو به کارگرها میده که بیان توی اتصاب، ما هستیم پول جمع میکنیم، خود اتحادیه پشتوانه ما اگه اتصاب کردیم و تو نتونستی زندگیت به چرخه، خب این صندوقه که اتحادیه داره کمک میکنه. این هنوز جا نیفتاده، هنوز متمرکز میشه روی اون چیز. علت این چپ شدنشون چیه؟ یه کمی گرایش چپ، گرایش میخوام به اونجا سیستم تا میشه گفت تا حدی این سال هاست که اتحادیه اینجا گفتم از بالاش کنگره سراسری اتحادیه هست، از پایینش هم رهبراشونه. اگر به فقط با فاکت بخوایم شروع بکنیم، رهبرا به طور اشرافیت کارگری که بحثش میشد همینه، یعنی اگه سلیحان دبیر کل اتحادیه معلم ها و دانشگاه هاست، یه معلم بوده، خب الان اومده در رهبریت اتحادیه معلم ها قرار گرفته با حقوق 126 هزار پوند در سال، یعنی چهار برابر حقوق شاید بیشتر از معلم. حقوق نمایندگان مجلس 167 هزار پوند در سال، این دو برابر حقوق نمایندگان مجلس میگیره. این شامل همه رهبران اتحادیه، حتی باب کرو که خب رهبر اتحادیه آرمتی، خیلی رادیکال، یه اتحادیه که سر هر کوچکترین مسئله وای میسته مبارزه میکنه، 140 هزار پوند در سال حقوقشه. ببین حالا این مونده، این رهبری که تونسته مبارزه میکنه در جاش مونده، ولی از لحاظ موقعیت شغلی اینا دیگه در موقعیت طبقه کارگر قرار ندارن. از لحاظ موقعیت مالی در سطح حتی نماینده مجلس، در سطح بوروکراسی حاکمه در واقع، آره، بوروکراسی و تئوکرات ها و چیزان. به خاطر همینم اون درکی که یه کارگری که در روز کار میکنه یه روز حقوق رو زندگیش تاثیر میذاره، اینا نمیتونن داشته باشن. و سالهای سال همین اتحادیه این حق عضویت رو از اعضاشون میگرفتن، بخشش رو برای سورسات های خودشون و حقوق خودشون بالا ببرن و بخشی رو به لیبر پارتی میدادن و در کنار لیبر پارتی به جای پاسخ دادن به مشکلات اعضاشون، به مشکلات کارگراشون، به چانه‌زنی با حزب کارگر، به چانه‌زنی با محافظه کاران نشسته بودن. حتی تو این چانه‌زنی هاشون هم سر اعضاشون کلا میذاشتن، به جای اینکه بیان به نفع اینا کار بکنن، اینو اینقدر پیچیده میکردن که دیگه کارگر نمیفهمید چی میخواد بشه. مثل همین مسئله بازنشستگی، اینقدر فرمولی پیچیده گذاشتن که آدمای عادی رو فقط باید بهشون بگی بابا بازنشستگی یعنی میشه این که شما کار بیشتری بکنید، پول بیشتری الان برای حقوق بازنشستگیتون بدید و پول کمتری دریافت کنید. ولی اگه برید تو فرمولش واقعا گیج میشه که این چجوری اینا فرموله کردن. سران اتحادیه ها در کنار همینا با همینا برای سر مذاکره و پیچیده کردن مسئله سعی میکنن که ازشون راضی بکنن. این خوبه، همینی که روی میز هست الان میخوایم ما باش مذاکره بکنیم که اتحادیه یونیسن این کارو کرد. اتحادیه یونیسن الان در پروسه مذاکره است، میخواد بره پای مذاکره و اینو پیش ببره. حتی خانم سلیحان که دبیر اتحادیه همون یو سی ما، این خیلی راسته، اصلا هر چی حزب کارگر بده ملبان الان بهش بگه همونو میکنه. ولی مسئله‌ای که همون میخوام اشاره بکنم، اون رشد جناح چپ توی اتحادیه، مسئله‌ای که پیش اومد وقتی این اعتراضات کارگری در سراسر جهان از خاورمیانه مصر گرفته تا
یونان و تا اسپانیا و تا ایتالیا و فرانسه و انگلیس و ورستریت آمریکا گرفته تا استرالیا، اعتصابات بزرگی داره صورت میگیره توی آفریقا و جای دیگه. این یه انفجار عظیمی رو توی خود جامعه سرمایه‌داری ایجاد کرد. از طرف دیگه در همون حالی که این دولت ائتلافی داشت با قیچی همینجوری میبرید میرفت این اخراج بکنیم، اون مسئله امنیتی ایمنی کار کمش بکنیم، بودجه رو ببریم، حتی ایمه یه چیزیه که 30 پوند به خانواده یه خیلی فقیر بچه‌هاش نمیتونن بفرستن برای مدرسه، اینو می‌خواست قطع کنه که البته با مبارزه نتونست قطع بکنه، همش رو عوضش کرد، یه اسم دیگه برسری، یه اسم دیگه براشون گذاشتن، الان با میدن با محدودیت‌های. و در همون حال می‌بینیم پلیس انگلیس با رشوه گرفتن از آقای مرداک مسئله ایمنی مردم رو میده به مرداک، اطلاعات رو میفروشن. در همون حال نماینده مجلس اختلاس مالی به مجلس پیش میاد که خونه هایی میگیرن با فلان قیمت، یه باغچه شو نماینده مجلس میخواد درست کنه، خرج چیز میزنه، مجلس میزنه. و در همون حال بانک ها در همون حالی که حقوق داشتن میگفتن یه پنس هم نمیاد بالا امسال، رؤسای بانک ها میلیون ها چیز پاداش میگرفتن. و نمونهش که خشم کور این جوانایی که اینو میدیدن ولی کاری نمیتونستن بکنن، در فقدان یه حزب فعال سیاسی که از اینا دفاع بکنه، در فقدان یک اتحادیه قوی که از اینا حمایت بکنه، این خشم کوره دیگه. اومدن زدن مراکز تجاری رو با آتش زدن، همون مسئله که توی تاتنهام در تابستان شورش‌هایی که توی شهرهای مختلف انگلیس بود، هم اومد دامنش به آمریکا هم کشید و نتیجهش همین وال استریت که در و اینجا سن پولز را گرفتن. این مسائلیه که خود اتحادیان هم تکون داد. این اتحادیه الان همه تو بحران هم. برای اینکه به شکل ثابت دیگه نمیتونن پیش برن و شکل کنونی هم اعضاشون راضی نیستن، یا تمام اعضاشون رو باید از دست بدن یا ساختار اتحادیه باید یواش یواش از بین. این ساختار بوروکراتیکه، من غیر پاسخ بود در واقع، نمیخوام کلمه فاسد شده یه چیز استفاده بکنم، چون واقعا شامل بدنه خیلی از این فعالینه که الان میبینه هر روز چقدر جون میکنن برای اینکه اجازه بدن فقای خودشون از اخراج. ولی کل ساختار اتحادیه بوروکرات شده است، پاسخ نمیده به اون خواسته هایی که دارن. خانم سلیهانت اومد توی این بحران اخیر خصوصی نوام را این اعلام نکرده، اتحادیه دیگه اومدن بخصوص پی سی اس رادیکاله، دبیر اتحادیه پی سی اس ماک فعال رادیکالیه، این پیش خدم شد، اتحادیه یونایت باز رادیکالتر از اتحادیه چیزه. ولی توی این اواخر ما یهو دیدیم که خانم سلیهانت خیلی رادیکال و هر روز ایمیل من باور کنید هزار تا ایمیل براش میفرستادم جواب نمیداد، ولی دیدیم تند تند ایمیل ها رو جواب میده و خیلی رادیکال و خیلی هول شد، اومد اعلام کرد که اول مارچ ما اعتصاب بکنیم، این دولت رو باید عقب برونیم، بازنشستگی ما باید حفظ بکنیم، حقوق بازنشستگی ما رو نذاریم اخراج کنیم. معلم عجب چیزی شدیم، مثلا عوض شده این دیگه، خیلی رادیکال شده. من یه معلم بودم، از خودش تعریف میکردم، قضیه این بود که انتخابات نزدیک بود و فهمیده بود که جناح چپی داره رشد میکنه، همینجوری از بغل این داره میره جلو و تاثیرم گذاشت، برد انتخابات، برد خانم سلیهانت. متاسفانه مارک که یه جناح نماینده جناح چپ بود 3700 رای آورد، خانم سلیهانت 10900 تا اینا، یعنی تقریبا 73% با 27% باخت، به خاطر اینکه اولا بخش زیادی از دانشگاهی ها به این رای میدن و سیاستاش تعرضی تر بود در مقابل سیاست هایی که جناح چپ میگفت. جناح چپ بیشتر میگفت که همین دستاوردها رو حفظ کنیم، حق کار و این چیزا رو حفظ کنیم، میگفت که نه، باید تعرض کرد به دولت، دوره هستیم که به قول معروف باید مقابله کرد با دولت و اینا. خاطر هم نیست که پس
احتمالا به خاطر همون رأی‌گیری پس خانم برد. پولیتیکس یاد گرفته که چجوری با سایکولوژی مردم کار بکنه و تاثیرش هم گذاشت. و یه نکته دیگه این بود که در اوایل تبلیغات چون تمام ایمیل های اعضا دست این بود و مارکمبو که تنها رقیب خانم یوسالی هم بود این امکانات نداشت، امکانات کمتر داشت و همه جا این بود که میدیدی و با شعارهای با شما خیلی رادیکال و میلیتنت و بعد خب میگه خود دیگه چرا ما عوض کنیم، این تجربهش هم بیشتره. خود خیلی به این رأی دادن به احتمال زیاد. یه نکته که تو رأی گیری اینجا هستش و خیلی حتی فراموش میکنن، یکی از همکارای ما گیرس پرسن که آخ اینا من ایمیل نکردم اول مارچ دیگه چیز بود پایان چیز رأی گیری بود. این پستیه، یعنی میفرستم برای شما، شما باید پست کنین رأی بدین، یعنی زنده نیست. در صورتی که اصلا سنت اتفاقی اینه که انتخابات باید زنده باشه نه پستی، و خیلی فراموش میکنن تو این زمینه. من خودم شده بارها فراموش کردم مثلا نام باز نمیکنی بعد نگاه میکنی وقتش گذشت. کسی هم به این اشاره کمک نمیکنه تو این زمینه. حالا چه اکسیون ها و اعتراضاتی هست؟ چون شنیدم که به زودی ما با یه اعتصاب سراسری دیگه علیه سیاست های ائتلافی روبرویم. ببینید مشکل سرمایه‌داری که حل نشد. سرمایه‌داری خودشون اعلام کردن، خود دولت‌های اروپایی در هر جلسه‌ای که نشستن گفتن که ما نمی‌تونیم مشکل حل بکنیم. تنها راه حل این مشکل اینه که همونطور که دولت یونان داره الان می‌کنه که اونایی که کارگرای کار حقوق بالا دارن حقوقشون رو بزنن، از حق بازنشستگی بگیرن، ساعت کار رو زیاد بکنن و به هر طریق دیگه این امکاناتی که در اختیار کارگران هستش این ازشون بگیرن. خب سرمایه‌داری این پاسخو داره، نمیاد از سرمایه‌دارا پول کم بکنه. همین یه پلتفرم اینجا دارم، این پلتفرم جالبیه، این اکشن پلنیه که توسط یونایت رزیست اسمشون رو گذاشتن جبهه مقاومت. آره یه اکشن پلنی گذاشتن گفتن چی کار بکنیم. بعد توی این اکشن پلن خیلی جالبه، حساب کردن یه جایی گفتن اگه دولت مثلا دولت کلن گفته امسال اعلام کرد یه تریلیون کسری بودجه داره، بعد اینا گفتن مثلا دولت میتونه 167 بیلیون پول رو از طریق حس پاداشا شاید پاداشا به بانکدارها از کسر دقیقاً از کسر بانک پاداش دادن به بانک ها بگیره 39 میلیون از طریق دیگه و جمع زدن کلا 181 بیلیون شو چجوری میتونه بگیره و این حساب کردن اصلا احتیاجی به حمله به دستاوردهای اجتماعی مردم نیست. اگر دولت بخواد بودجه شو تامین بکنه اینا هستش، میتونه این کارو بکنه. این اکشن پلانیه که اینا ریختن جبهه مقاومت، که توضیح بدم این جبهه مقاومت از سران اتحادیه ها نیست، فقط PCS من تو جلسه شو شرکت کردم، مارک اونجا بود از سران اتحادیه ها، اتحادیه خدمات تجاری و عمومی دولتی، بقیه از بدنه اتحادیان، یعنی دیگه ناامید شدن از سران اتحادیه ها. خودشون اومدن یه همچه جبهه درست کردن که چیکار کنیم و اکشن پلان میدن و این فشاریه به سران اتحادیه که یا دیر به جنبی تمومه. حالا تا چقدر این پیش بره، تا چقدر قوی باشن، این یه بحثیه که باید بیشتر بشه عمیق شد تا بتونه آدم یه نتیجه گیری بکنه. ولی این وجود داره، واقعیت اینه که این گرایشی که اتحادیه دیگه پاسخ نمیدن، دولت هم که خیلی راحت حمله کرده به ما و دستی نمیخواد بزنه به اون چیزایی که اون ور هستش و تمام حملهش به ماست. اون دورنمایی که من ببینم اینه که این گرایش اگرچه به آهستگی ولی در حال رشده و اون بحرانی که الان اتحادیه رو گرفته، این بحران موجب میشه که اتحادیه دیگه به اون با خیال راحت بشینن و فقط برن پای مذاکره، با اون شیوه سابق نمیتونن به کارشون ادامه بدن. ولی اون چیزی که توی کمبودهایی که توی خود اتحادیه هست، حتی اگر جناح چپ بگیره، تو این تبلیغات آقای ما کمبول هم بود، اینه که دفاعیه. حتی گرایش چپ هم توی هیچ کدوم از این پلتفرماش به غیر از این جبهه
که این خوب گفته توی اکشن پلانش، ولی رهبرای چپ هنوز پا را فراتر از اون حالت دفاعی نذاشتن اونورتر که بگن ما میخوایم حقوقمون بیشتر بشه، به جای اخراج ساعت کار رو بیاریم پایین، به جای نمیدونم کم کردن خدمات عمومی از این پاداشا رو کم بکنید و مالیات رو بیشتر ببندید به سرمایه‌دارا تا به 10%، که ما 99% اون 1% اون 1% یه که مالیات رو ببندن تمام این مشکلات حل میشه در مجموع، که این اتحادیه هنوز اون پایه های مناسبات سرمایه‌داری نه تنها اون رو نمیخوان ببرن زیر سوال، بلکه نمیخوان حتی حمله بهش بکنن. این خیلی مهمه و این دو چقدر میتونه دووم بیاره، حتی در میگم گرایش چپ اینه که بستگی داره به انقلاباتی که ممکنه در یونان اتفاق بیفته. یونان واقعا اگه یه حزب سیاسی یه تشکل واقعی کارگری بود، سرمایه‌داری اونجا مرده است، فقط باید یکی از این ورش داره دفنش بکنه، اون وجود نداره. یعنی این تشکل به اضافه آگاهی بر اون که این سرمایه‌داری از جلو پاش برداره نیست، به آخر نرسید، این میره جلو، ممکنه به اون نقطه برسه و امیدواریم برسه به اونجا. این چیزی که این دوران بحران سرمایه‌داری که پاسخگوی نیازهای مردم نیست، اینا نشون میده. یعنی باید این اتفاقات بالاخره یه جای سر در بیاره و سرمایه‌داری رو بتونه عقب بکنه. ولی خب 28 همین ماه مارچ تظاهرات سراسری رو اعلام کردن اینا، یا این یه اعتصاب عمومیه که متاسفانه فعلا فقط اتحادیه معلمان و دانشگاه هست توش، اتحادیه معلمان انیتی هست، اتحادیه پی سی اس یا پابلیک سکتر هستش، بعد به اضافه یه انجمن سیاسی هست اون هستش، یونایت و یونیسون هنوز اعلام نظر نکرده، اینا احتمالاً میرن پای مذاکره، ولی در یه مصاحبه دبیر کل اتحادیه یونان اعلام کرده که اعتصابات بسیار وسیعی در زمان میدونی که المپیک امسال اینجا و دولت فشارهای بیشتری بر کارگران آوردن، که RMT الان اتحادیه راهن نماینده شه از اولین اتحادیه که گفته ما اون دوره اعتصاب رو خواهیم سازمان خواهیم داد و اون پیشنهاداتی که دولت برای اضافه کاری این چیزا کرده کلان رد کردن. با همینا ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و امیدوارم این گفتگوها رو باز در مورد مسائل کارگری در اینجا و رفقا و فعالیتایی که رفقای ما در اتحاد بین‌المللی در مورد از کارگران در ایران میکنن رو باز گفتگو کنیم. با همه اینا اینجوری که معلومه و گفتگوها روشن میکنه، الان هیچ دستاورد اجتماعی و سیاسی نیست که در واقع مسون بمونه از تعرض سرمایه و سرمایه‌داری، در واقع نیازی به مشروعیت دموکراتیک نمیبینه. در هیچ کجای جهان رای دهندگان به حذف خدمات اجتماعی و امکانات اجتماعی و خصوصی سازی ها و جنگ رای ندادند و در یونان در واقع به خوبی روشنه که اونجا دموکراسی داره توسط سه نهاد بانک جهانی، بانک اروپا و آلمان و فرانسه داره زیر گرفته میشه و این نشون میده که واقعا گندیدگی سرمایه کاملا روشنه و اون حرف روزا لوکزامبورگ بربریت یا سوسیالیسم چقدر به روشنی خودش رو در این بحران ها نشون میده. ممنون و سپاس از شما.